نه فقط برای مردم خودش، نه فقط برای اسرائیل، بلکه برای جهانیان خطرناکه. و بریم استان تهران، مدتی است از مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس گزارش‌های منتشر میشه. این موضوع بسیار جدیه دوستان، اینکه جمهوری اسلامی داره چیکار میکنه، به چه دلیلی این سمهایی که منفجر میکنن در مدارس ما برای مسمومیت بچه های ایران، این چه دلیلی داره، این چه لزومی داره و چرا اساسا اینها دارن این کار رو انجام میدن، غیر از ایران ستیزی و ایرانی ستیزی، غیر از کشتار نسل جوان امروز، اینها هدف دیگه ای دارن. این بار در منیریه این ویدیوهای منتشر شده از سوی دانش آموزان یک مدرسه دخترانه در منیریه که خبرش این چنینه که در تهران هم، در مدارس تهران هم بمب‌های سمزا همچنان داره استفاده میشه و شماری از دانش آموزان مدرسه در منیریه دچار مسمومیت شدن. اونچنون که دانش آموزان در ویدیوهای منتشر شده میگن بویی در فضا پخش شده و در نتیجه منجر به مسمومیت شماری از معلمان و دانش آموزان شده. الان منفجر میشه، هممون میمیریم، هیچ کس هم نمیذارن برن بیرون، تازه در قفل کردن. حالی تاجی واو حالی واو تاجی که گزارش های ویدیویی که به دست ما رسیده نشون میده که در این مدرسه شمار دانش آموزان 400 نفره، اما برای کمک و امداد رسانی فقط یک نفر رو فرستادن. و یکی از دانش آموزان توی همین ویدیویی که پخش کردیم میگه که الان منفجر میشه، هممون میمیریم و هیچ کس رو اجازه نمیدن که بیرون بره. یعنی کاملا مسلمه که این یک روش جمهوری اسلامی برای تخریب و ترور ایرانیان در داخل کشور خودشونه و چقدر دردناکه که تو کشور خودت غریب باشی و گرفتار یک همچین حکومت اشغالگری بشی. و تصاویر دیگری از تجمع والدین دانش آموزان قومی در مقابل فرمانداری داریم که طبق گزارش های شهروندان قومی، مدارس زیادی در قم هم دچار همین موزل و مشکل بودند که مسمومیت شدید دانش آموزان رو به همراه داشته. بله، ببینید جمهوری اسلامی اینجا باید پاسخگو باشه، یا میداند که چه خبره تو این مدارس، این بمبا رو چه کسی کار میذاره، چه کسی منفجر میکنه این بمبای سمزا رو، یا باید بیاد بگه که آقا من میدانم، یا باید بره تحقیق کنه چطور شما میرین قاتل نمیدونم فلانی رو زود پیدا میکنین، چهار تا بچه های مردم بیگناه میکشین بالای دار. ولی برای یک همچین جرم و جنایتی که داره انجام میشه در مورد نسل جوان امروز که اینا آینده سازان کشورن، هیچ کس پاسخگو نیست. و عملیات عوامل جمهوری اسلامی در استرالیا خونسا شد. یعنی خوب حالا دنیا چشمشو باز کنه و ببینه اینا تو استرالیا هم قصد داشتن که عملیات تروریستی انجام بدن. یکی از رسانه‌های استرالیایی فاش کرده که عملیات عوامل وابسته به جمهوری اسلامی علیه یکی از سازمان دهندگان راهپیمایی ضد حکومتی ایرانیان توسط نهادهای امنیتی استرالیا خونسا شده. خانم اونیل وزیر کشور استرالیا که در کالج امنیت ملی دانشگاه استرالیا سخنرانی می‌کرده با اعلام این خبر گفته اواخر سال گذشته سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا
یک عملیات مرتبط با جمهوری اسلامی در استرالیا رو مختل کرده، عملیاتی که هدف از یک ایرانی استرالیایی مرتبط با تظاهرات ایرانیان در استرالیا بوده. ببینید چطور نقشه میکشن برای مبارزان راه آزادی در تمام این کشورها، نگاه میکنن ببینن چه کسی لیدره، چه کسی میتونه سازمان دهنده یک حرکت خروش مردمی باشه، یک راهپیمایی ضد حکومتی رو تدارک ببینه، و میرن برای اون نقشه میکشن برای که ترورش کنن. و جزئیات زیادی از این عملیات رو بیان نکرده استرالیا، و تنها اشاره کرده که سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا فعالیت افرادی رو که خانه یک ایرانی استرالیایی رو تحت نظر داشته و همچنین تحقیقات گسترده روی این فرد و خانواده او انجام داده بودند رو مختل کرده. وی افزوده خوشحالم که بگویم آژانس‌های ما مانند یک شلیک به آن حمله کردند. سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا عملیات رو ردیابی کرده و بلافاصله اون رو متوقف کرده. خانم اونیل تصریح کرده که مداخله خارجی تهدیدی عمیق و فزاینده برای استرالیا به شمار میره و او میخواد که یک گفتگوی ملی رو در مورد یکی از بزرگترین چالش‌های امنیتی داخلی که ما با اون روبرو هستیم رو باز کنه. خب هیچ کشوری قاعدتا از این رفتار جمهوری اسلامی خرسند نیست و اولین باری هم نیست که ما میبینیم که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه نیروهای مخالف خودش رو حتی در اروپا، در آمریکا از بین ببره، و این برای همه ما مسلمه. همونطور که خدا رحمت کنه زنده یاد فرخزاد رو در آلمان سلاخی کردند، بچه های دیگه هم بودن که در ترکیه، در کشورهای مختلف هدف قرار گرفتن. و اما روز شنبه گذشته دولت آلمان از افزایش جاسوسی ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی از ایرانیان مقیم آلمان خبر داده و اعلام کرده که سازمان اطلاعات داخلی این کشور 160 فرد رو که به نوعی با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در ارتباط بودند شناسایی کرده. ننگشون باد، واقعا اگر این همه خائن نداشتیم الان وضع کشور اینطوری نبود. و یاد بودی برای گرامی داشت یاد کودکانی که در خیزش انقلابی اخیر مردم ایران توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدند در وین اتریش مقابل مقر سازمان ملل. این هموطنان ما تصاویر این بچه ها رو به نمایش گذاشتند. دلایی کن مامان تنها نمیذاره، دوست داره دوست داره. و تجمع مال باختگان رامک خودرو در مجتمع قضایی مفتح که این اقدامات به باور من، دیروزم گفتم، روز قبلم گفتم، باز ما شاهد تجمعات گسترده اعتراضی هستیم که همه صنفی هستند. از این دوستان میخوام که به جمع مبارزان راه آزادی بپیوندن تا این حکومت جلاد رو به زیر بکشیم و همه ایران به آزادی و رفاه و سعادتش برسه. اما ویدیویی از یک زن سالمند ساکن خوی که منزلش با زلزله